هشدار انس حقانی و مارشال دوستم غنی و امریکا. کشته شدن یک فرمانده طالبان در پاکستان. ناامیدی میر رحمان رحمانی نسبت به مذاکرات صلح با طالبان. کشته شدن 600 جنگجوی طالبان در قندهار. به نام خداوند بخشاینده و مهربان، سلام، وقتتان بخیر. به یکی از ویدیوهای دیگر از کانال سمارت پلاس خوش آمده. تقاضا میکنیم تا پایان ویدیو با ما همراه بوده و این کانال را نیز سابسکرایب کنید. یک فرمانده کلیدی طالبان در پشاور پاکستان کشته شد. بر اساس گزارش ها، یک فرمانده گروه طالبان از سوی افراد ناشناس در شهر پشاور پاکستان کشته شده است. رسانه های پاکستانی به نقل از پلیس این کشور گزارش دادند که مولوی عبدالهادی، یکی از اعضای ارشد گروه طالبان، از سوی افراد مسلح ناشناس در مرکز ایالت خیبر پختونخوا کشته شده است. پلیس پاکستان گفته است که جسد این عضو طالبان در نزدیکی محل اقامتش پیدا شده است. به گفته پلیس پاکستان، افراد مسلح ناشناس پس از حمله به این فرمانده طالبان نساحه فرار کردند. تا کنون هیچ گروه مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته است و طالبان هم تا اکنون در این زمینه چیزی نگفتند. یک ماه پیش هم ملا عبدالصمد تور، فرمانده دیگر گروه طالبان، از سوی افراد ناشناس در شهر پشاور کشته شد. در همین حال میر رحمان رحمانی، رئیس مجلس نمایندگان، در جریان سفرش به تاجکستان در میان مهاجرین افغان در آن کشور سخنرانی کرد و گفت که افزایش خشونت و تشدید جنگ امیدواری برای رسیدن به صلح با طالبان را به ناامیدی تبدیل کرده است. رحمانی افزود انتظار این بود که صلح در افغانستان تامین شود، اما متاسفانه ما تا کنون در این باره متیقن نیستیم. اما حکومت افغانستان آماده هر نوع مذاکره با حفظ نظام است. رئیس مجلس علاوه کرد که طالبان طرح برای صلح ندارند و تمام تمرکز این گروه روی دوام جنگ است. رحمانی گفت که طالبان می خواهند قدرت را از طریق زور نظامی به دست آورند. او در ادامه تاکید کرد که مردم افغانستان اجازه فروپاشی نظام و قربانی ارزش‌های دو دهه اخیر را نخواهد داد. رئیس مجلس نمایندگان در حال نسبت به روند صلح ابراز ناامیدی کرد که حکومت افغانستان نیز میگوید طالبان اراده برای صلح ندارند. دواخان مینپال، معاون سخنگوی ریاست جمهوری، همزمان با سالگرد امضای توافقنامه صلح آمریکا و گروه طالبان در دوحه، این توافقنامه را ائتلاف وقت خواند. او امروز یک شنبه دهو در صفحه تویترش نوشت که توافق صلح آمریکا و طالبان خسارات سنگینی بر مردم وارد کرده است. معاون سخنگوی رئیس جمهور نوشته است از دیدگاه افغانها توافقنامه دوحه وقت را در انتظار صلح تلف کرد، خسارات سنگین شخصی و مالی به افغان ها وارد کرد و افغانستان را به کلی نابود کرده است. همزمان رحمت الله اندر، سخنگوی شورای امنیت ملی، گفته است که مردم افغانستان از توافقنامه صلح دوحه هیچ انتظاری ندارند. سخنگوی شورای امنیت ملی نیز در صفحه تویترش نوشته است این توافقنامه تا کنون تنها آتش‌بس را برای آمریکا تضمین کرده است و روابط طالبان با افغانها همچنان به قتل، غارت، ترور و وحشیگری محدود شده است. کشته شدن 600 جنگجوی طالبان در ارغنداب قندهار. مسعود اندرابی، وزیر امور داخلی کشور، میگوید که طالبان در جنگ ارغنداب ولایت قندهار شکست خورده و با دادن 600 کشته در محاصره نسبی نیروهای امنیتی و دفاعی
قرار گرفتند. وزیر امور داخله که به همراه شاه محمود میاخیل معاون اول و سرپرست وزارت دفاع ملی برای ستایش نیروهای امنیتی و دفاعی به قندهار سفر کردند، در یک مصاحبه زنده تلویزیونی گفت که گروه طالبان چاره جز تسلیمی ندارند و اگر به جنگ ادامه دهند کشته می شوند. آقای اندرابی همچنین گفت که گروه طالبان روی حمله بر هلمند و قندهار در فصل زمستان تمرکز کرده بودند، اما تلفات سنگین جنگجویان این گروه در ولسوالی ارغنداب روحیه آنها را تضعیف کرده است. او افزود که طالبان قندهاری با طالبانی که از ولایت‌های مثل زابل و فرا و این ولایت‌ها آمدند دچار اختلاف شده و این اختلافات در این اواخر شدت یافته است. وزیر داخله تأکید کرد که طالبان با ادامه جنگ و خشونت در کشور با سرنوشت جنگجویان این گروه در ارغنداب مواجه خواهند شد. گروه طالبان تا کنون در این زمینه واکنش نشان ندادند. انس حقانی پسر بنیانگذار شبکه حقانی میگوید که در صورت آغاز جنگ این شبکه تیاره بی سرنشین و موشک‌های خودش را خواهد داشت. صفحه تویتری منصوب به انس حقانی نوشته است که این شبکه سلاح‌هایی را در دست دارد که مخالفان آن را پیش از این در میدان جنگ هرگز آنها را ندیدند. در این پیام تویتری آمده است: اگر جنگ را آغاز کنیم، این بار ما پهپادهای بدون سرنشین داریم و موشک‌های خودمان را داریم و این وضعیتی است که مخالفین ما پیش از این هرگز در میدان جنگ ندیدند. صدیق صدیقی معین وزارت داخله به این تویت حقانی واکنش نشان داده و گفته که او برای صلح آزاد شد و حالا از خونریزی هشدار می‌دهد. صدیقی در تویت نوشته است که شبکه حقانی پیش از این هم از ابزارهای مختلف برای خشونت استفاده کرده است. طی ماه‌های اخیر بارها از دست یافتن طالبان به تیاره‌های بی سرنشین گزارش شده بود. پیش از این هشدار رسانه‌های غربی گزارش داده بودند که طالبان برای جنگ بهاریشان آمادگی می‌گیرند و بسیاری از فرماندهان این گروه از رخصتی‌های زمستانی به میدان جنگ فراخوانده شده است. تشکر از توجهتان. تا درود دیگر. بدرود.